عزیزانی که نزدیکان خود را از دست داده اید، پس بر این حکایه گوش اندازید. مردی که همسرش را از دست داده بود، دختری 3 سالش را خیلی دوست می داشت. دخترک به بیماری سخت مبتلا شد. پدر به هر دری زد تا کودک سلامتیش را دوباره به دست بیاورد. البته به خاطر کودک چی کارها نمی کنیم، تمام دولت و ثروتش را استفاده برد. هرچی پول و مال داشت برای درمان او خرج کرد، ولی بیماری جان دخترک را گرفت و او مرد. البته در این سو همسرش، در این سو باشد دختر فرزند دوست رو یکش از عالم گذشت. پدر در خانهش رو بست و گوشه نشین شد. با هیچ کس صحبت نمی کرد و با کار هم نمی رفت. تنها گوشه خانه غم و غصه گریه می کرد. دوستان و آشناهایش خیلی سعی کردند تا او رو به زندگی عادی برگردانند، ولی موفق نشدند. شب پدر خواب عجیب دید. دید که در بهشت است و یک قطار منظم از فرشتگان کوچک در راه طلایی به سوی قرص مجلل در حرکت هستند. هر فرشته شمعی در دست داشت و شمعی همه فرشتگان بجز یکی از آنها روشن بود. یعنی شمعی همه آنها روشن بود و شمعی یکیش خاموش بود. مرد وقتی پیشتر رفت، دید فرشته‌ای که شمعش خاموش است همان دختری خودش است. پدر فرشته غمگین را در آغوش گرفت و او را نوازش داده از او پرسید: دلبندم، چرا غمگینی؟ برای چی شمع تو خاموش است؟ دختر باشد با پدرش گفت: پدر جانم، هر وقت شمع من روشن می شود، اشکهای تو آنها را خاموش می کنند و هر وقت دلتنگ می شوی، من هم غمگین می شوم. پدر در حالی که اشکش در چشمانش حلقه زده بود، از خواب پرید و بیدار شد. اشکهایش را پاک کرد، گوشه نشینی را رها کرد و به زندگی عادی خوب بازگشت. بله عزیزان، واقعاً مصیبت جگرگوشه یا هر عزیزی انسان سنگین است. نفری که از ما می رود، عزیزی ما، البته دشوار است تا عادت کردن. و همه می دانند که تنها علاج این درد صبر است. خداوند همراهی صبوران است. بردار سر